امروز میخواهم درباره ناهید یا زهره سخن بگویم که نزدیکترین سیاره به زمین و دومین سیاره راجمان یا منظومه خورشیدی است. ناهید پس از خورشید و ماه درخشانترین اختر آسمان است. جالب است که ناهید تنها سیاره راجمان خورشیدی است که نام زن دارد. در زبانهای اروپایی آن را ونوس مینامند، الهه عشق و زیبایی برای رومیان باستان. در فارسی نام آن ناهید است، از فارسی میانی اناهید، از فارسی باستان اناهیتا، از اوستایی اناهیتا به معنای پاک، بی آلودگی، بی لکه، که لقب فرشته آبهای پاک و باروری و درمان و خرد است. اناهیتا در واقع صفت است به معنای ناآلوده پاک. نام کامل این اختر در اوستا اردوی سورا اناهیتا است. سورا هم صفت است به معنای نیرومند، برومند. پس نام اصلی آن اردوی است به معنای دارنده یا سرور آب، و اردوی سورا اناهیتا را میتوان خدایگان برومند و پاک آبها ترجمه کرد. در یشت پنجم آبان یشت که از بلندترین و خوب مانده ترین سرودهای اوستا است، اناهیتا دوشیزه است زیبا و بلند بالا و برومند، با بازوان سپید، با سینه های برجسته و کمربند تنگ در میان. گردونه چهار اسبه ای را میراند با چهار اسب همرنگ و هم اندازه که باد و باران و ابر و تگرگ هستند. ناهید چون در نزدیکی خورشید به گرد آن می‌گردد، همیشه در آسمان نزدیک به خورشید دیده می‌شود، شامگاه یا بامداد. دورترین فاصله زاویه‌اش از خورشید 47 درجه است، یعنی تقریباً به فاصله 2 وجب از خورشید در آسمان. به سخنی دیگر، حد اکثر 3 ساعت پس از خورشید فرو می‌رود یا 3 ساعت پیش از خورشید برمی‌آید. در این تصویر ناهید درخشانترین اختر شامگاهی است. اختر درخشان دیگری که سمت چپ می‌بینید مشتری است. ناهید وقتی در گردش سالانش به گرد خورشید، به پشت خورشید می‌رود یا میان زمین و خورشید قرار می‌گیرد، دیده نمی‌شود. در زمان‌های بسیار دور انسان نمی‌دانست که این دو اختر شامگاهی و بامدادی در واقع یکی هستند. ناهید از حیث اندازه، جرم و چگالی همانند زمین است. چگالی یعنی میزان ماده در واحد حجم. ناهید ظاهراً خواهر همزاد زمین است. در این تصویر می توانید اندازه زمین و ناهید را با هم مقایسه کنید. شعای آن 6000 کیلومتر است. شعای زمین 6400 کیلومتر. چگالی زمین 5.5 گرم بر سانتی متر مکعب است. چگالی ناهید 5.3 گرم بر سانتی متر مکعب. منتها همانندی ها به همین جا ختم می شوند. یکی این که ناهید بر عکس زمین به گرد محورش می چرخد، یعنی سوی محور چرخش زمین از جنوب به شمال است، سوی محور چرخش ناهید از شمال به جنوب. همه سیاره های راجمان خورشیدی در همان سوی که به گرد خود میچرخند به گرد خورشید میگردند، به استثنای ناهید. اگر کسی در ناهید باشد میبیند که خورشید از باختر غرب برمیخیزد و در خاور فرو میرود بر عکس زمین. شبان روز ناهید 117 برابر شبان روز زمین است، زیرا ناهید بسیار آهسته به گرد محورش میچرخد. علتش را درست نمیدانیم. سال ناهید 225 روز زمینی است، یعنی طول سالش کمتر از 2 روز آن است. مدار ناهید به دور خورشید بسیار به دایره نزدیک است، حالان که مدار زمین بیضی کمی کشیده است. افزون بر این، میل محور ناهید یعنی زاویه میان استوای آن و صفحه مداریش به گرد خورشید تنها 3 درجه است. در نتیجه ناهید فصل ندارد. میل محور زمین 23 درجه است. ناهید دارای جو بسیار ستبری است که تفاوت بسیار با جو زمین دارد. 96% جو آن را گاز کربونیک تشکیل می‌دهد
و ابرهای اسید سولفوریک در آن شناورند. گاهی به صورت باران فرو می‌ریزند. فشار جو در سطح آن 90 برابر فشار جو در سطح زمین است. دمای میانگین سطح ناحیه 470 درجه سانتیگراد است، یعنی از تنور داغ‌تر. سرب در سطح ناحیه آب می‌شود. در مقایسه دمای میانگین سطح زمین 15 درجه سانتیگراد است. رنگ زرد ناحیه به سبب وجود گوگرد در جوان است. با اینکه زمین و ناحیه در یک ناحیه به گرد خورشید پدید آمده اند، چه شده که این دو سیاره این همه با هم تفاوت دارند؟ اخترشناسانی که نزدیک به 50 سال است پژوهش خود را صرف شناخت ناحیه کرده اند، هنوز نمی دانند که چگونه سیاره چنین نزدیک به زمین به چنین دوزخی تبدیل شده است. ناحیه سیاره است مرده با هزاران آتش فشان خاموش. در سده 19 هم میپنداشتند که ناحیه سیاره است با آب و هوای گرم استوایی و دارای آب و گیاه. ولی فضاناو آمریکایی مارینر 2 که در سال 1962 از کنار آن گذشت و دمای ناحیه را اندازه گرفت، این رویا را نقش بر آب کرد، چون پرده از جهانی برداشت بسیار داغ و سمی و زیست ناپذیر. فضاناو روسی ورنا 8 در سال 1972 کپسولی را به درون جو فرستاد که توانست 50 دقیقه دوام بیاورد و سرعت بادها و رادیواکتیویته ناحیه را مطالعه کند. در سال 1975 فضاناوهای روسی ورنا 9 و ورنا 10 هر یک کپسولی را بر سطح ناحیه فرود آوردند که توانستند پیش از کار افتادن چند عکس از سطح سیاره بگیرند. سازمان فضایی آمریکا ناسا در سال 1990 فضاناو مجلان را به مدار ناحیه فرستاد که به مدت 3 سال با رادار خود از روی آن نقشه برداری کرد. با داده هایی که فرستاد ما همکنون اطلاع بسیار خوبی از چگونگی روی آن داریم. رویه ناحیه را افزون بر دهانه های آتش فشانی، فلات های بلندی به بزرگی قاره های زمین گرفتند. بزرگترین کوه آن به نام ماکسفل به بلندی 12 کیلومتر است. سطح کنونی ناحیه که پوشیده از گدازه های آتش فشانی است در حدود 400 میلیون سال پیش تشکیل شده که در مقایسه با رویه زمین و عطارد بسیار جوان است. در این تصویر بزرگترین کوه آتش فشان خاموش آن را میبینید که به بلندی 8 کیلومتر است. ولی چرا زمین و ناحیه این اندازه دیگرسان هستند؟ شماری از اخترشناسان برانند که جو ناحیه همانند جو دوران کودکی زمین است، زمانی که زمین تنها چند صد میلیون سال از عمرش می‌گذشت. منتها در سیاره ما چیزی روی داده که در ناحیه دیده نمی‌شود و آن این است که گاز کربونی که جو زمین در آب اقیانوس‌ها حل شد و به صورت کربنات تهنشین گردید. چنین چیزی روی داد چون آب در زمین فراوان است، لایه‌ای را تشکیل می‌دهد به ستبرای میانگین کمی کمتر از 3 کیلومتر روی پوسته زمین. در مقایسه آب ناچیز است. اگر همه آب موجود در جوان بر سطحش فرود آید، ستبرایی بیش از 10-15 میلیمتر نخواهد داشت. اگر هم در آغاز آب بیشتری داشته، این آب از میان رفته است. ولی چرا؟ با داده‌هایی که فضاناو آمریکایی پایونر در سال 1979 به دست آورد، اخترشناسان گمان می‌کنند که آب ناحیه به فضا گریخته باشد. این فکر از اینجا سرچشمه می‌گیرد که فراوانی ایزوتوپ دوتریوم یعنی هیدروژن سنگین در جو ناحیه 120 برابر فراوانی آن در جو زمین است. اتم‌های هیدروژن که سبک‌تر از اتم‌های دوتریوم هستند، آسان‌تر از اتم‌های دوتریوم از جو ناحیه کنده شدند. این نتیجه را نپایش‌های فضاناو اروپایی وینوس اکسپرس که از سال 2005 به مدت 9 سال به پژوهش ناحیه پرداخت تایید کردند. داستان از این قرار است که 4.5 میلیارد سال پیش تابندگی خورشید یعنی میزان واکنش‌های هسته‌ای در آن 30% کمتر از آنچه امروزه است بوده. در آن زمان ناحیه که نزدیکتر از زمین به خورشید است زیر تابش ملایم خورشید قرار داشته و آب می توانسته به دیسه مایع در سطح آن وجود داشته باشد.
ولی رفته رفته با افزایش تابندگی خورشید ناهید شروع می کند به گرم شدن. این آغاز پدیده ای است که به آن اثر گلخانه می گویند. اقیانوس ها بخار می شوند و بخار دمای جو را بالا می برد که به نوبه خود به بخار شدن آب شتاب می دهد. اتم های هیدروژن بخار آب بر اثر باد خورشیدی، یعنی جریان ذره های باردار که پیوسته از خورشید می آیند، از مولکول های آب کنده می شوند و به بیرون از جو در فضا پرتاب می شوند. باد خورشیدی نمی تواند با جو زمین همین کار را بکند، چون خوشبختانه زمین دارای میدان مغناطیسی است و ذره های باردار را به دام می اندازد. ناهید چون میدان مغناطیسی ندارد، در برابر باد خورشید بی‌پدافند است. نبود میدان مغناطیسی در ناهید زائیده چرخش کندان به گرد محورش است. در جو ناهید اکسیژن بخار آب با گوگردی که آتش فشانها بیرون می‌دادند ابرهای اسید سولفوریک را به وجود آورده است. در جو ناهید پدیده‌های جالبی روی می‌دهند، مثلا آذرخش و تندر در ابرهای اسید سولفوریک. دیگر اینکه ابرهای بالای جو با سرعت بسیار حرکت می‌کنند. با اینکه ناهید بسیار آهسته به گرد خود می‌چرخد، ابرها تنها در چند روز زمینی جو را دور می‌زنند. در ارتفاع 60 کیلومتری با سرعت 360 کیلومتر در ساعت، یعنی سه بار تندتر از گردبادهای زمینی. علت این پدیده را نمی‌دانیم. وقت ما به پایان رسید. هنوز از بسیاری چیزها درباره این سیاره همسایه و همزاد زمین ناآگاهیم. قرار است در آینده بالون‌هایی را به درون جو ناهید بفرستند تا از درون جو پدیده‌های آن را بپژوهند.